خانم کاوه مرتب زحمت میکشن و برنامه های اینجوری ترتیب میدن. واقعا مایه قدردانی تو این شهر که کمتر از این برنامه ها دیده میشه. به هر حال امروز سالگرد 22 بهمنه که اشاره کردن و به مناسبت این روز صحبت اینه که آینده ایران در سایه حقوق بشر چیست، یا به هر حال حقوق بشر ایران چیکار میکرده یا چیکار میتونه بکنه. یه نکته ای که من میتونم از اول مطرح کنم اینه که در انقلاب بهمن 57 چیزی که اصلا مطرح نبود حقوق بشر بود. نه در شعارها دیده میشد، نه در بنرها و پرچمها دیده میشد، نه جای شما میشیدین که مسئله حقوق بشر آیا اصلا چیه، وجود داره، اهمیت داره، مسئله نبود. اونچه که بود شعار مرگ بر شاه بود، شعار که شاه باید برود بود و شعار که بعد بیشتر رایج شد استقلال، آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی. البته اول بود آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، بعد شد جمهوری اسلامی. حالا چرا آزادی و چرا استقلال؟ آزادی خب طبیعی بود چون انگیزه اصلی برای انقلاب اون خفقانی بود که در سالهای آخر دوران شاه به خصوص تشکیل شده بود، حکومت تک حزبی، حکومت که یک شبه میشد تاریخ رو عوض کرد، برد هزار سال عقب، همه رو چیز به هم ریخت. در این شرایط طبیعی بود که آزادی که از خواستهای اصلی مردم باشه. استقلال چرا بود؟ چون عده زیاد معتقد بودن و استدلال میکردن که ایران وابسته است، ایران کشور مستقلی نیست، کشور آزاد به لحاظ حقوقی و بین‌المللی، ولی تحت کنترل یا به هر حال به نحوی وابسته به آمریکاست و رژیم شاه رو وابسته به آمریکا تلقی میکردن و میگفتن که بایستی استقلال دست بود. و بعد مسئله جمهوری اسلامی، اول عدالت اجتماعی بود که خب مفهوم بود، قابل فهم بود، بعد عدالت اجتماعی، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میدونید که عبارتی بود که از طرف روحانیت به این شعار اضافه شد. اونم فکر میکنم که اولین بار به طور رسمی در 17 دی همون سال بود که، یا یکی از ماهای ماه دی بود که در یک گردهمایی بزرگ شعار قطعنامه خوندن و اون در اون قطعنامه آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی رو مطرح کردن. و بعد مردم به هر حال چون اکثرشون تابع یا به هر حال مذهبی هستن و تابع روحانیت چیزی نگفتن و پذیرفتن. ولی اونچه که مطرح نبود حقوق بشر بود. و نه فقط حقوق بشر مطرح نبود، حتی دموکراسی مطرح نبود. حتی کسی شعار دموکراسی نمیداد که مثلا ما دموکراسی میخوایم. شعارها ضد دیکتاتوری بود ولی برای دموکراسی نبود. ضد شاه بود ولی برای حقوق بشر نبود. و طبیعی بود که در این شرایط برایند اون حرکت و انقلاب هم چیزی جز اونچه که بعد رخ داد نباشه. در همون آستانه انقلاب ما یک سازمانی داشتیم، یعنی یک تشکیلاتی بود به نام جمعیت ایرانی حقوق بشر که چند ماه قبل از انقلاب تشکیل شد. این جمعیت رو جمعی از فعالان مذهبی، ملی مذهبی به اصطلاح تشکیل دادن و ریاستش هم با آقای مهندس بازرگان بود. این جمعیت تا انقلاب نشده بود وجود داشت، کار میکرد، اعتراض میکرد، نامه مینوشت، تظاهرات را میداخت. ولی وقتی انقلاب شد این جمعیت هم منحل شد، مثل که حضرات به مشروطه خودشون رسیده بودن و دیگه از این جمعیت هم خبری نبود. آقای بازرگان نخواست دیر شده بود، البته ایشون خیلی زحمت کشید و تلاش کرد که اون زیاده روی ها و فجایعی رو که روحانیت ایجاد کرد و از فردای اعدام، فردای انقلاب اعدام ها در بالای پشت بام مدرسه رفاه شروع شد، بعد به اعدام هویدا و امثال هم کشید. آقای بازرگان سعی کرد که اینا رو اگه میتونه جلوش بگیره ولی موفق نشد. ولی هیچ شعاری یا نظری از آقای بازرگان ما در دوران نخست وزیریش در مورد حقوق بشر یا حداقل اینه که من میدونم یا مطرح نشد، اگه مطرح شد بسیار کم و نادر بود. حتی ایشون یادمه که در این سخنرانی اعتراض میکرد، چون میدونید که در اون رفراندوم جمهوری اسلامی که در 12 فروردین برگزار شد
آمار دادن که 99.5% مردم رأی مثبت دادن و فقط 0.5% رأی منفی دادن. البته خب ایده شرکت نکردن، ولی به هر حال تعیین کننده نبود که اگه 99% 98% 97% معلوم بود که اکثریت مردم رأی آری دادن، اونم باز به تحریک یا به هر حال اصرار روحانیون. بعد طبیعی بود کسانی که رأی نداده بودن خب معترض بودن و اصل رفراندوم معترض بودن، به اینکه در رفراندوم گزینه‌ای به نام جمهوری وجود نداشت، فقط جمهوری اسلامی بود، نه یک کلمه کم نه کلمه زیاد به قول آقای خمینی. و بعد طبیعی بود که این راه رو برای گزینه‌های دیگه می‌بست. ولی به هر حال اون 0.5% هم هر چی بود و هر کی بودن، کسانی بودن که در جمهوری در این ایران زندگی می‌کردن، معترض بودن و حق داشتن که اعتراض کنن. ولی آقای بازرگان در پاسخ یا در واکنش به یک اعتراضی یا مقالاتی که در نشریه اون موقع جبهه دموکراتیک ملی نوشته می‌شد، یادمه که ایشون گفته بود که این 0.5%ها برای خودشون حرف بزنن، یعنی 0.5%ها حق ندارن زیاد حرف بزنن. این صحبت آقای بازرگان. یعنی وقتی که شما اینجوری برخورد می‌کنید که چون کسی 0.5%ی هست یه حق نداره حرف بزنه یا به اندازه دیگر حرف بزنه، نشون میده که معیارهایی که شما در کار می‌برین معیار حقوق بشری نیست، چون حقوق بشر برای هر کس حق برابر قائله که سخن بگه، حرف بزنه، آزادی بیان داشته باشه. به هر حال به این ترتیب انقلاب انجام شد و بعد شاهد اون فجایعی بودیم که از فردای انقلاب شروع شد. اعدام‌های سرسری بدون محاکمه یا با محاکمه‌ای سری و سری بعد از محاکماتی که هیچ ضابطه و قاعده‌ای در شرکت حکومت نمی‌کرد و بعد هم سیر وقایعی که بعد از اون کسانی که بودند یادشون میاد، دیگران که نبودن لابد شنیدن و خوندن که چه گذشت و چه نگذشت. من نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، فقط این نکته را عرض کنم که مسئله اعدام‌های سریع که از فردای انقلاب شروع شد فقط کار رژیم جمهوری اسلامی ایران نبود، چون مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران هم کم و بیش حمایت می‌کردن. یعنی شما اگر اون نشریات و اسناد اون موقع ببینید، مثلا سازمان مجاهدین خلق ایران اعتراض می‌کرد چرا کم اعدام میشن، فدایان اکثریت توی کار می‌نوشتن که ما با این نظر آقای خمینی موافقیم که در مورد هویدا گفته بود. آقای خمینی وقتی آقای هویدا رو گرفتن و محاکمه کردن، به اصطلاح محاکمه که نبود ولی به هر حال چند جلسه گفت سوال و جواب بود و بعد حتی قبل از صدور حکم کشتنش در راهروهای همون ساختمانی که دادگاه برگزار می‌شد، آقای خمینی گفته بود که برای ما، چون اون موقع این کردار و این رفتار موجب اعتراض جهانی شد، عده زیادی اعتراض کردن در سطح جهانی و این اعتراضات به ایران میرسید، ایشون در پاسخ گفته بود که برای ما در محاکمه امثال هویدا مسئله جرم سوال نیست، اونچه که برای ما سوال هویته. یعنی ما این رو آوردیم اینجا، خب این آقای هویداست یا آقای هویدا نیست؟ بس فقط در محاکمه که ما می‌کنیم به این منظوره که ببینیم واقعا آقای هویداست یا کسی که عوضی نبرده باشه. ولی وقتی معلوم شد هویداست، که محاکمه تمام شده، ایشون رو میشه اونجا کشت. روزنامه کار نوشت که ما با این نظر آقای خمینی موافقیم که محاکمه هویدا لازم نبوده، محاکمه بنی محاکمه. بعد طبیعی است که وقتی که این ماشین اعدام راه میفته، اول به جان سران رژیم شاه میفته، بعد پشت سرش میره سراغ افراد مسرود و محروم جامعه یا کسانی که از در حکومت جدید افراد ناباب یا برحال ناسالمی هستن، مثل معتادین،
روسپیها و امثال هم که بعد اعدام اونا شروع شد. آقای خلخالی دست دسته اعدامی ها رو جمع میکرد، معتادان رو در خیابان های جنوب تهران یا جای دیگه ردیف میکرد و همونجا پشت را هم میکشت. و بعد طبیعی بود که این ماشین متوقف نمیشه و بعد سراغ مخالفان جمهوری اسلامی ایران میره، مخالفانی که در آغاز انقلاب از انقلاب حمایت میکردن، از جمهوری اسلامی ایران حمایت میکردن و بعد اسیر و قربانی خود این نظام شدن و بعد داستانهایی که شنیدیم و میدونیم و تمام میشه. یه سوالی که همیشه مطرح میشه اینه که به قول معروف کار از کجا خراب شد؟ چون الان دیگه کمتر کسی از نیروهای سیاسی فعال اون موقع که معتقد باشه که جمهوری اسلامی ایران اون چیزی بود که مردم میخواستن. این کمتر کسی، یعنی شما حتی در بین اصلاح طلبان و کسانی که سالها با رژیم جمهوری اسلامی ایران کار میکردن الان میشنوید و میبینید که میگن این به اصطلاح نظامی نبود که ما دنبالش بودیم، ما دنبال چیزی دیگه بودیم، چیزی دست بودیم. و بعد این بحث پیش میاد که خب این کجا اشکال پیدا کرد، اشکال از کجا شروع شد؟ پاسخ این سوال یکسان نیست، هر کسی بسته به شرایط مواضع سیاسیش یا اون چیزی که در دوران انقلابش گذشته جواب مختلفی داره میگه. شما اگر مثلا از مجاهدین خلق سوال کنین که کار از کی خراب شد، میگن از 30 خرداد 60. تا اون موقع اوضاع اول بد نبوده، ظاهرا رو به راه بود. از فدایان اکثریت یا از توده ها بپرسین، میگن که مثلا از سال 63 موقعی که ریختن و سران حزب توده یا فدایان گفتن. از آقای نمیدونم رفسنجانی بپرسید، میگه از سال 84 که احمدنژاد روی کار اومد. از نمیدونم از آقای خاتمی بپرسید همینطور، از اصلاح طلبان بپرسید، هر کسی هیچ جواب میده. یکی دیگه معتقدم که از سال 88 کار خراب شد. اینی که من میگم در نوشته ها و گفته ها و همه جا هست. حتی مثلا یک بیانیه آقای تاجزاده ثابت کرده بود، ایشون آن زندانه، در زندان که پدر مادر ما متهمیم. ایشون چیز کرده بود به عنوان یک نفر که پذیرفته که اشتباه کرده، نوشته بود داستانی که ما اشتباه کردیم و نباید اینجوری میشد، این کارو کردیم، این کارو کردیم. ولی خب ایشون طبیعیه که از یک جای خاص شروع میکنه، مثلا ایشون از پایان، از موقع مرگ آقای خمینی شروع میکنه، بعد اینکه قبلش مثل که مثلا این نبود. یا آقای موسوی که کاندیدای ریاست جمهوری بود در سال 88 و الان هم 4 ساله کشون در حسب سر میبره، قبل از کشون به حسب بیافته مصاحبه کرده بود و بعدشون اصرار کرده بود، تاکید کرده بود که ما همه چیز روبراه بوده، کار خوب بوده، خوب پیش میرفته، ولی از بعد از مرگ آقای خمینی همه چیز برسه به بیراه رفته. چون تا اون موقع ایشون خودش نخست وزیر بوده، بنابراین نمیتونه از خودش دفاع انتقاد کنه. ولی واقعیت اینه که این برخوردها و این پاسخها همه پاسخهای خودمحورانه است. یعنی اینکه هر کسی و هر نیروی بسته به اینکه تا کی تونسته با این انقلاب هماهنگ باشه و پذیرفته و از در اون خوب بوده، میگه این درسته و تیجه که بلای سر خودش اومده یا اینکه اوضاع احوال برخلاف اون چی که فکر میکرده برگشته، از اونجا به کار خراب شده. وگرنه شما ببینید الان مثلا ما یک اصطلاح معروفی که همیشه وجود داره که در سالهای اخیر خیلی به کار رفته، از اعدام‌های دهه 60 صحبت می‌شه، دیگه نه؟ این عبارت اعدام‌های دهه 60 که خیلی هم رایجه و خیلی هم معناش معلومه، یعنی دهه 60 که در ایران اون موج اعدام‌ها را افتاد و سال 67 هم به اوجش رسید که چند هزار نفر رو در ظرف چند هفته در زندان مخفیانه کشتند. این اصطلاح همه جا معروفه، ولی این اصطلاح بار سیاسی داره. چرا بار سیاسی داره؟ چون چرا میگیم اعدام های دهه 60؟ میگه قبل از دهه 60 اعدام نبود.
بود دیگه. اعدام از روز 25 بهمن 1357 شروع شد، یعنی دو سال و تقریبا 35 روز قبل از سال 60 شروع سال 60. در این دو سال خورده ای کم نکشتن، کم اعدام نشدن. پس اعدام از سال 60 شروع نشده. دوم این که آیا اعدام های قبل از دهه 60 قبل از سال 60 با بعدش فرق میکرد؟ بله، یه فرق جزئی داره. فرق جزئیش اینه که اعدام های قبل از سال 60 یا قربانیانش سرانه رژیم شاه بودن که مخالف انقلاب بودن، یا قربانیش آدم های مطرود و منفور تو جامعه بودن که کمتر کسی بهشون اعتنا میکرد. ولی از سال 60 بعد قربانیان اعدام ها بیشتر کسانی بودن که از انقلاب حمایت کردند، تو انقلاب بودند، انقلاب رو از خودشون میدونستن و بعد قربانی انقلاب شدن. و اینجاست که بار سیاسی این مسئله پیش میاد. چون اگر منظور از اعدام های دهه 60 این بوده که اعدام ها بدون محاکمه باشه، بدون رعایت اون موازین یک محاکمه عادلانه باشه که از همون فردا انقلاب شروع شد، اگر منظور این باشه که اعدام ها به صورت دست جمعی صورت می گرفت، مثلا اعدام نبود، قتل عام ها بود، اون هم از قبل از سال 60 وجود داشت. اعدام سران، مثلا اعدام متهمان کودتای نوژه، 150 نفر مثلا وقتی اعدام کرد، یا اعدام هایی که خلخالی از معتادان میکرد. پس اینا همه این اعدام ها وجود داشته دیگه. ولی سال 60 گفته میشه یه بار سیاسی داره، چون به هر حال اعدام ها وقتی بد میشه از نظر اون فرهنگی که این اصطلاح بخوایم بره، که مثل اعدام هایی که علیه خود انقلابیون رخ بده. در صورتی که وقتی ما از اعدام حرف میزنیم، اعدام یعنی کشتن انسان، و انسان به ماهو انسان، یعنی به خاطر انسان بودنه که مسئله هست، نه به خاطر اینکه چه عقیده داره، چه موضعی داره، چه گرایشی داره، چه در جریان انقلاب مخالف بوده، موافق بوده، چه کاره بوده، چه نبوده. و اگر ما اعدام رو به این کلی نفی نکنیم، معنیش اینه که ممکنه هنوز هم اون که باید شاید ما به نفی اعدام معتقد نیستیم. شما ببینید الان مثلا مخالفان اعدام، خب در داخل به اصطلاح فرهنگ سیاسی ایران داره بیشتر جا میفته دیگه، مسئله اعدام که نباید باشه. و خیلی هستن که خودشون مخالف اعدام میدونن، ولی وقتی ازش سوال میکنی خیلی مخالف اعدام نمیدونم سران رژیم فعلی نیستن. نمونهاش اینه که اگر اعدام صورت میگیره که از قربانیانش از کسانی هست که با این رژیم جنگیدن یا مخالف بودن، خب بیشتر حساس ایجاد میکنه. ولی اگه قربانیانش کسانی هستن که نبودن، کمتر کسی میاد دربارش اعتراض بکنه. در مسئله اعدام که من نام برم، بخاطر اینکه نمونه مشخصی از مسئله حقوق بشر که وقتی گفته میشه حقوق بشر، حقوق انسانه، نه حقوق انسان انقلابی، انسان ضد انقلابی، انسان مبارز، انسان غیر مبارز، انسان معتاد، انسان غیر معتاد، انسان هر چی شما فکر بکنید، انسان معنی انسانه که موضوع حقوق بشر. بنابراین در جریان انقلاب که اشاره کردم، متاسفانه بسیار نیروهای سیاسی اولا با اعدام کسانی که از خودشون نبودن واکنششون نمیدادن، و فقط وقتی که اعدام متوجه اعضای خودشون شد، متوجه کسانی شد که با اونا هم فکر و همراه یا هم اندیشه بودند، اعدام رو نفی میکردن. و ما تا وقتی که این فرهنگ رو نتونیم جا بندازیم، و فرهنگ حقوق بشر معنای این که این حقوقی گفته میشه که گفتن سی تا حق اونجا مطرح شده، اگر این حقوق ما این حقوق رو ما برای همه انسان ها صرف نظر از این که دارای چه عقیده و مرام و مسلک و حتی سابقه و نمیدونم فرهنگ و عمل کرده و نمیدونم حتی یک جانی به قول معروف چیزم که باشه، حقوق انسانیش، حقوق انسانیش، حقوق بشرش نبایستی نقد بشه. یعنی حقوق بشر فقط حقوق کسانی نیستش که از در ما آدم های خوبی هم.
آدم های صالحی هن، آدم های معقولی هن، آدم های به قول معروف انسان هن. حقوق بشر حقوق همه انسان هاست، یعنی هر جانی و هر فرد نمیدونم فاسد یا هر چیزی که فکر میکنیم باید از این حقوق باید بهره مند بشه. این آقای ابو قتاده اینجا بود یا تو لابد میدونین یه ایشون تبعی اردنی بود که اینجا زندگی میکرد. 8 سال بود که دولت انگلیس میخواست اینو بیرون کنه، چون به هر حال خارجی بود، اینجا هم که بود خیلی آدم پر دردسرسازی بود، خیلی از فعالیت تروریستی رو حمایت میکرد، تبلیغ میکرد، این کارو میکرد. 8 سال بود که میخواستن اینو بیرونش کنن و دولت انگلیس نمیتونست کار انجام بده، چون به لحاظ حقوقی فرستادنش به کشوری مانند اردن که درش شکنجه وجود داره یا حداقل اینه که اطمینانی به نبود شکنجه نیست، این فرد در خطر شکنجه قرار میداد و برای حکومت انگلیس این عملی نبود که کسی را از کشورش بیرون کنه که در خطر شکنجه قرار بگیره. از قوانین هم داخلی انگلیس و هم قوانین حقوق بشر این کار عملی نبود. 8 سال تمام دولت انگلیس با دادگاه ها اینجا سرکله می رفت که اجازه بدن که اینا بیرونش کنن و نمیتونست کار انجام بده. آخرم بعد از کلی باز کشمکش های حقوقی و سیاسی زیادی که رخ داد، دادگاه اروپا، دادگاه اینجا مرتبا جلوشه می گرفتن. سرانجام با موافقتی که با دولت اردن شد، دولت اردن تضمین داد این آدم را اگه تحویل بدیم ما شکنجه نخواهیم کرد، تونست دولت انگلیس موافقت دادگاه را برای بیرون کردن این فرد از اینجا بگیره. خب این خیلی میگفتن که حیف پول و سرمایه و از این حرف هاست که صرف این میشه که یک نفر مبلغ تروریست رو اگه نگیم خودش هم مجرم بوده از این کشور که اصلا طبعی اینجا هم نیست بشه بیرونش کرد. ولی نشون میده که چقدر مسئله حق بشر، حق انسانی و حقوق بشر اهمیت داره که نباید در مورد هیچ کس مضایقه کرد. یعنی حالا ابو قتاده نه یک نفر فرد عادی اگه بیرونش بخوان بکنن، نباید به این سادگی بتونن فرد رو جایی بفرستن که اونجا خطر شکنجه وجود داره. برای همین دلیل به همین نسبت هم با اعدام که مخالفت میکنیم، باید با اعدام هر کس، حتی اعدام افراد جانترین افراد روی زمین باید مخالفت کرد تا نشون داده بشه که وقتی از حق بشر حرف میزنیم منظور حقوق بشر به معنای واقعیش و حقیقیش. به هر حال اون داستان انقلاب بود که گذشت. ما هستیم و 36 سال بعد از انقلاب که هنوز این کابوس وحشتناکی که بر مردم فرود آمده نه فقط باقی مونده، بلکه در سالهای اخیر، در دهه اخیر خیلی مخوفتر و خشنتر هم شده و هنوز هم حکومت با همون شدت و حدتی که در اونجا انجام کار میکرد، از یک طرف فرهنگ جهل و خشونت رو ترویج میکنه، از طرف دیگه هم خودش مرتکب همه جور خشونت و جرایم ضد انسانی میشه. و این بر ماست یا بر کسانی که به هر حال آرزوی ایجاد ایرانی آزاد و انسانی و تابع قانون و حق حقوق هستن که تلاش کنیم که آینده ایران جز این باشه، آینده ایران آینده دیگری باشه. خوشبختانه من فکر میکنم به دلیل اینکه حکومت در ظرف 36 سال از هیچ جرم و جنایتی فروگذار نکرده، در مردم آرزو و خواست ایجاد یک جامعه انسانی فارغ از خشونت‌ها بیشتر شده و این زمینه را برای ترویج فرهنگ حقوق بشر بیشتر فراهم کرده. و به این دلیل من فکر می‌کنم که ما در حداقل در یک دهه اخیر یا شاید هم بیشتر ما شاهد گسترش فعالیت‌های حقوق بشری هستیم. سازمان حقوق بشری، نهاد حقوق بشری در هر کشوری، در هر شهری شکل گرفته،
فعالیت میکنن. در خود ایران به هر حال مسئله حقوق بشر مطرح شده، در اینی که از نظر رژیم جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر شامل مردم ایران نمیشه، ولی صحبت میشه در اونجا. قانون وجود داشته در چه بستن، ولی در نشریات در گفتارها مطرح میشه. بنابراین حقوق بشر به عنوان یه اصل پایه‌ای که در گذشته دور فقدانش باعث این همه خشونت و جرم جنایت شده، من فکر میکنم که در آینده جای بهتری در جامعه ایران خواهد داشت. ولی خب این آینده که پیش بیاد خواهد بود، متاسفانه قابل یعنی پیش بینی نیست. امیدوارم که سالگرد انقلاب برای همه کسانی که در این انقلاب با آرزوها و آرمانهای بیشتری شرکت کردن و امید داشتن که بتونه انقلاب کشور ایران رو از استبداد که آزاد میکنه به طرف آزادی ببره و به طرف دموکراسی، و هر دوش نقض شد، مقدمه باشه، روزی باشه که بتونه این به اصطلاح فکر رو و این اندیشه رو بیشتر پرورش بده و این مسئله بیشتر پیش بیاد. به قول آقای تاج‌زاده گفته بود که ما در دوران شاه همه چیز داشتیم غیر از آزادی سیاسی. آزادی فردی داشتیم، آزادی اجتماعی داشتیم، آزادی دیگه داشتیم. و جمهوری اسلامی همون آزادی فردی و چیز از ما گرفت و تمام اون به اصطلاح شرایط داریم که حداقل در زمان شاه وجود داشت از دست دادیم. امیدواریم که در آینده به هر حال دنیای دیگری در انتظار ما و مردم ایران باشه. متشکرم.